افضل زازای از ولایت پکتیا هست، 18 سال سن دارد و وزن بدنش هم درست است، 75 کیلوگرم. تشویق بکنه. فهیم محمدی از ولایت پروان هست، با هم 18 ساله هست، وزن بدنش هم درست است، 75 کیلوگرم. آرزوی موفقیت برای ادو ورزشکار داریم. به نام خدا، افضل زازای هستم، یک تن از فایتران کمپ تمرینی بنیادگذار فری فایت افغانستان. مدت 3 سال میشه که تمرین میکنم تحت نظر استاد عبدالواسی قیومی، رئیس سازمان او اف اف سی. به حریفم کدام گفتنی خاص ندارم، یک فایت دوستانه داشته باشیم و به امید پیروزی هر دوی ما. و یک تشکری خاص از تلویزیون تری سپورت که همچون مسابقات را برای رشد جوانان ایجاد کرده. برای مسابقات یک 2 ماه میشه که آماده گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فهیم محمدی هستم، یک تن از ورزشکاران او اف اف سی. 4 مسابقه دارم، آماتور، هیچ باخت ندارم. مدت 1 سال میشه پیش استاد شفیلا سلطانی تمرین میکنم. تو تمو شوق علاقه خودم که زیاد داشتم و می رشته آمدم. پیام به جوانایی است که همیشه ورزش کنند تا صحتمند باشند. دیگه گفتنی خاصی ندارم، یک تشکری خاص از استاد عبدالواسی قیومی دارم که همچون مسابقات برگزار میکنه. We'll be right back.
خب از آن برنده مسابقه در وزن 75 کیلوگرم برگزار میشه. جوری هشتم رقابت های امروزی هست و ورزشکار که در گوشه سرخ تماشا میکنه نماینده ولایت پکتیا هست و 18 ساله هست. در وزن 75 کیلوگرم قرار است رقابت داشته باشد و او هست افضل زاده و حریفش هم که در گوشه یابی تماشا میکنه نماینده ولایت پروان هست و هم 18 ساله هست و رکورد های خیلی خوبی در مبارزات آزاد در داخل از کشور دارد و او هست فهیم محمدی. داور وسط هم استاد شفیع الله سلطانی است. داور شماره یک استاد رحمت الله شکری، داور شماره دوم استاد مسلم ملک زاده و داور سوم دیدار هم از سید مرتضی سادات. راند اول مسابقه آغاز میشه و ضربه لوکیک جا میشه از طرف فهیم. همارد پشت داره همه فهیم را میبینید و هرچند که حریفش قد بلندتر نسبت به او دارد همه حملات پشت داره همه فهیم محمدی را میبینید و حالا هم کمرگیری خیلی خوب از طرف فهیم محمدی. تلاش داره تا حریف را روی کش قرار بده، تلاش آهانات هم ادامه داره. حالا بیرون موفق خواهد شد تا حریف را روی کش قرار بده داخل و حالا هم کمرگیری خیلی خوب فهیم محمدی را تماشا میکنه و ضربه زانویش جا میشه از طرف فهیم محمدی. واسم فهیم محمدی را میبینید ضربات زانو را اجرا میکنه و کمرگیری خیلی خوب از طرف فهیم محمدی سرعت گرفته است و حالا هم تلاش داره تا حریف را روی کش قرار بدهد و حریفش هم میبینید که حریف سرسخت است و در برابر فهیم تلاش داره رقابت خوبی داشته باشه و حالا هم افضل زازه گردن حریف را خیلی خوب تانسته قفل بکنه ضربات زانو اجرا میشه و در ادامه هم افضل را میبینی که خیلی خوب تانسته گردن حریف را قفل بکنه و حالا هم تلاش فهیم محمدی. این مسابقه در وزن 75 کیلوگرم هست میان فهیم محمدی و افضل زازه. هر دو ورزشکاران خوب سازمان OFFC هست که در گذشته هم در داخل از کشور و در این سازمان رکوردهای خیلی خوب را در کارنامه ورزشیشان دارد و حالا هم هر یک از دو ورزشکار تلاش دارد تا رقابت جذاب و همچنان عملکرد خوب در این مسابقه داشته باشند. ضربه زانوی جا میشه از طرف فهیم محمدی. حریفش هم میبینه که تلاش داره تا بتونه رقابت خوبی در برابر فهیم داشته باشه و از طرف داور وسط بازی در مرکز گچ آورده میشه و صورت فهیم محمدی هم بر اثر ضربات بوکسی که از طرف حریفش شده جراحت برداشت. آکین قدرتی در ادامه هم ضربات پشت سر همه افضل زازعیف. زازای را میبینید که نسبت به حریفش قد بلندتری داره. حالا هم رقص پای زیبای زازای را میبینید تلاش داره تا ضربات بوکس هم چون پاره در برابر حریفش داشته باشه تلاش داره ضربه فرانکیکش را بکنه. حالا حریف را در گوشه کیچ میبرد. فرصت هست برای زازای تلاش داره تا عملکرد خوبی داشته باشه. حالا ببینید که مینن ضربه لوکیک را اجرا میکنه و در ادامه هم حریفش باز هم کمرگیری خیلی خوب است برای فهیم محمدی. حالا فرصت خوبی است برای فهیم محمدی تلاش داره تا از فرصت خوب استفاده بکنه ضربات بوکس و همچنان آرنج را در برابر حریفش خیلی خوب استفاده کنه. هر دو ورزشکار در گوشه کیچ هست و حالا هم فهیم محمدی روی حریف است ضربات پشت سر همه فهیم محمدی ضربات بوکس را استفاده میکنه و راوند هم به پایان میرسد و برمیگردیم به استاد واسه قیومی و ازشان میشنویم در رابطه و سطح فنی ورزشکاران مبارزات آزاد کشور و همانطور که شما می‌بینید در طول سال‌های متمادی خصوصا در سال‌های جدید رشد خوبی داشته این رشته ورزشی و عامل این موفقیت را چی می‌دانند و بیشتر از استاد واسه قیمی می‌شنویم. مسابقات MMA یا مسابقات مبارزات آزاد یا فری فایت و شکل فنی باید پیش بره خصوصا بر اعلی کار سپرده شود و فعلا ما میبینیم جایگاه خود بسیار زیاد با داره تنها در افغانستان در کل دنیا. اما کسایی را میبینیم که فن
در این بلد نیستن اما در امیمی میگن که ما امیمی کار هستیم میشه ورزش ما هم ترکیبی کسی باشه که ما مثلا مسابقات گرفتیم 220 نفر از 220 نفر 30 نفر انتخاب کردیم داموتور هر کدامش 5 نفر 5 بار 6 بار 4 بار 3 بار مسابقه کرد داموتور بعد از اومدن در مسابقات حالا بچه هاییست که از کوچه ها میان راست در فایت در کیچ میگیرن فایت میکنن و این را من خواهش میکنم از کلی و از سازمان هایی که هستن در افغانستان کلشان افتخار افغانستان هستن واقعیت کلشان افتخار بر افغانستان کسب میکنن با شکل فنی مسلکی بگیرن بسیار زیاد خوب میشه فایترای خوب میه ما فقط هدف ما ایست که فایتر خوب داشته باشیم برای بیرون مرز داخل اینه که خدای نخواست سر ورزشکارا تجارت بکنیم چگونه میتونیم جلوگیری بگیریم از با گفته شما از برگزاری همچون مسابقات و همچنان برای که بتونیم یک مسابقات جذاب را داشته باشیم ان شاء الله به زودی ان شاء الله با توکل خدا که میتونیم که از همچون مسابقات مواظبت بکنیم به خاطر از اینکه خدا مهربان است در همین قدم اول فعلا در تربیت بدنی فدراسیونایی که هست انتخابات میشه و بعد از این در بیلو که جا میشه از رفع زازای در دوم هم ضربات پشت سر همه حرفش رو میده حالا فرصت خوبی است برای فهیم محمدی روی حرف قرار میگیره تلاش داره تا گردن حرف را بگیره و سابمیشن انجام بده تا اینجای کارم موفق نشده و تماشا میکنید که پایش را خیلی خوب تونسته به گردن حرف با کمر حرف قفل بکنه حالا هم تلاش داره تا حرکت ساب میشن و همچنان گردن حرف را بگیره که موفق نشده و ضربات بوکس را خیلی خوب میتونه در برابر حرفش استفاده بکنه و فهیم محمدی را میبینید ضربات بوکس را استفاده میکنه و بلاکینگ خیلی خوب حرفش را میبینید که خیلی خوب تونسته بلاک بکنه و تلاش فهیم محمدی تلاش داره از هر زاویه که میتونه به گونه درست ضربات قدرتی را در برابر حرفش استفاده کنه و تلاش داره تا گردن حرف را بگیره که حالا فرصت خوبه است گردن حرف را تانسته به تسلطش در بره که موفق نشده تا اینجای کار هنوز هم تلاش ها ادامه داره و ببینیم موفق خواهد شد تا حرکت ساب میشن را در برابر حرفش داشته باشد یا خیر و تلاش فهیم محمدی و حرفش را میبینیم که حالت چند خوبی نداره و خیلی هم خسته به نظر میرسد اما فهیم محمدی رو میبینیم که دست بردار نیست تلاش داره تا بازی را هر چیز زودتر به نفع خودش به پایان برسونه حالا فرصت خوبی است برای فهیم محمدی و از حرکت ساب میشن روی حرفش استفاده کرده است که تا اینجا ای کار نتونسته بازی را به نفع خودش به پایان برسونه دوباره حرفش تلاش داره تا از حرکت ساب میشن رهایی یابد که هنوز هم فهیم محمدی مسلط از ضربات بوکس استفاده میشه و خیلی خوب میتونه حرفش هم از حرکت ساب میشنش خودش رهایی رها کنه و حالا هم ضربات بوکس از فهیم محمدی رو میبینه ضربات بوکس روی بدن حریف استفاده میشه دوباره ضربات بوکس های قدرتی روی گارد حریف میخوره بلاک یکی حریفش رو میبینیم و فهیم هم تلاش داره تا از فرصت خوب استفاده بکنه از حرکات ساب میشن حرکات رولینگ جوجوتسو حرکات های کشتی و همچنین از ضربات بوکس خوب استفاده بکنم ببینید که خیلی خونسرد ضرباتش استفاده میکنه حالا فرصت خوبی است برای فهیم محمدی فشار وارد میکنه و ببینیم در نهایت موفق شد تا حریفش را تپ اوت کنه یا آخر یا تلاش فهیم محمدی رو ببینید تا اینجا که هنوز هم حریفش مقاومت نشون میده از خود موفق نشده است تلاش های فهیم محمدی راند دوم را خیلی خوب آغاز کرده و او هم تلاش داره تا از این حرکت حریفش شکست بدهد که موفق نمیشه ثانیه های پایانی راند را تماشا میکنید و ببینیم که در ثانیه های باقی مانده موفق خواهد شد یا خیر که تلاش ها هم هنوز ادامه داره و راند هم به پایان میرسد استاد واسه قیمی میخوایم یک موضوع دیگرم از شما داشته باشیم که البته ما ورزشکارهای خیلی خوبی را در سازمان‌های مختلف در بخش مبارزات آزاد داریم که تانسته رکورد‌های خیلی خوبی را داشته باشه اما ای که ما به UFC برسیم یکی از سازمان‌های معتبر مبارزات آزاد هست چی مدت خواهد گذشت و مطمئناً تا چند سال دیگر ما باید انتظار بکشیم تا اینکه ورزشکارهای ما در سازمان‌های معتبر مبارزات آزاد رقابت داشته باشیم تشکر می‌کنم زنده باشین ما فعلا هم ورزشکارای خوب داریم و ما چندین بار در چندین رسانه ها گفتیم که تنها دایی نمیشه که یک ورزشکار زحمت بکشه شب روز اقلا
دولت هم و دولت مردایی که هستند، کسایی که تجارایی که هستند، میدونم که ورزشکار را به زودترین فرصت در سازمان های بلند یو اف سی مثلا بلاتور مسابقات دیگه ای که هست برسانند. ورزشکارهای افغانستان بسیار اقتصاد ضعیف دارند. ما خوب ورزشکارها فعلا داریم، به شما معلوم است که عظیم بدخشی چه خوب درخشید، مثلا یک ما چندین مسابقه کرد، سمی فیضی، فراد از رزاده، فایترهای خوب داریم از افغانستان که فعلا همین مسابقاتی که میکنن در بیرون مرز. اما دایی باید دولت مردا و از رئیس صاحب جمهور، از معاونین و از کسایی که در راست دولت هستن خواهش میکنیم که ورزش فری فایت یا ام‌ام‌ای را باید رشد بدن، سرمایه گذاری بکنن که بتوانیم که بیرق افغانستان را در کل دنیا بالا بکنیم. تشکر میکنیم و میشه کوتاه بگین روابط شما با سازمان های معتبر جهانی چگونه است و برای اینکه بتوانیم روابط خوب داشته باشیم چه اقدامی را تا کنون انجام دادید؟ مسابقات که ما داریم چندین مسابقات، پارسال مسابقات ایران بین افغانستان در ایراد میزبانی سازمان OFFC بود و چندین بار مسابقاتش افغانستان بین پاکستان، افغانستان بین هندوستان، افغانستان بین ایران و افغانستان بخیر دمی نزدیکی ها شاید بزرگترین مسابقات شاید باشند. شما که افغانستان چندین کشور دیگر دعوت بکنیم همین مسابقات، همین که انشالله که در افغانستان دعوت میکنیم 4-5 کشور همین کسایی که از همین قفص میبراین با همی ها فایت بکنن. تشکر میکنم از استاد واسه خیمه. راند پایانی هم آغاز میشه. هر دو ورزشکار در مرکز کیچ هست. شخص پای زیبای هر دو ورزشکار را میبینیم. حالا ببینیم که کدام دو ورزشکار موفق خواهد شد تا عمل کرده خوبی داشته باشه و پیروز مسابقه شناخته شود. ضربه لوکیک اجرا میشه. دوباره زازای ضربه لوکیک را در برابر حریفش استفاده میکنه. حالا هم بازی در مرکز کیچ هست و راند پایانی هست، در واقع راند سرنوشت ساز، راندی که پیروزی هر دو ورزشکار را رقم خواهد زد در جریان هست. حالا ببینیم که در نهایت پیروزی دیدار که خواهد بود. ضربه لوکیک، همچنان ضربه لوکیک فهیم محمدی را هم تماشا کردند. دوباره روی حریف قرار میگیره و فعلا هم در حالت ساید گارد هست، تلاش داره تا روی حریف قرار بگیره و موقعیت خوب را اختیار بکنه که تا در ادامه بتونه ضربات موثر را در برابر حریفش داشته باشه. واسم فهیم محمدی روی حریف هست، گردن حریف را گرفته، ضربه نیکیک یا ضربه زانو را استفاده میکنه. دوباره هم تلاش های فهیم محمدی را میبینید. بوکس اجرا میشه. ضربه زانو یا نیکیک از طرف فهیم محمدی اجرا میشه و دوباره فهیم محمدی رو میبینیم. استاد میشه بگوین که ضربات زانویی که در روی کیج استفاده میشه درست است یا که فاول حساب میشه؟ از داور وسط خواهش میکنیم که زانو اگر در صورت میزنه فاول از زمین، فقط دو بغل نمیخوای که در ستون فقرات بخوره. بله، همونطور که تماشا کردین در جریان بازی در روی کیج قرار میگیره، ورزشکار نمیتونه زانو رو در صورت ورزشکار بزنه، میتونه در روی بدن ورزشکار استفاده بکنه. نظر به قوانین و طرز عمل مسابقات سازمان OFFC که استاد واسه قیومی یادآور شد. حالا هم فهیم محمدی در حالت فول گارد قرار میگیره. فرصت خوبی است برای فهیم محمدی، تلاش او را میبینیم که ضربات بوکس را استفاده میکنه. حمله در پشت داره همین فهیم محمدی. واسه هم فهیم محمدی تلاش داره تا از حرکت ریل نیکینگ چوک در برابر حرفش استفاده بکنه و تلاش داره که گردن حرف را در دسترس خودش قرار بده. ضربات بوکس را استفاده میکنه. دوباره حملات پشت سر همین فهیم محمدی، موفق نمیشه که گردن حریف را بگیره. حالا ها ضربات بوکس را در برابر حریفش استفاده میکنه. باز هم تلاش فهیم محمدی. ثانیه های پایانی و راند هم به پایان میرسه.
خب از دانه بنده تماشا کردن هر دو ورزشکار سه راند را خیلی خوب با هم رقابت کردن و نتیجه مسابقه هم برمیگرده به رای که از طرف داورای کنار صادر شده است و ما هم منتظر نتیجه هستیم و بله نتیجه هم به دست ما میرسه و پیروز مسابقه هم هست فهیم محمدی از محترم الیاس کاکر و همچنان صدیق نوری معاونی فنی سازمان ملک زاده صاحب مدیر عمومی مارکتینگ و همچنان استاد سهراب سیفی معاون اداری سازمان خواهش میکنیم که در داخل کش تشریف داشته باشند و برمیگردیم به فهیم محمدی. فهیم عزیز حریف تا خود چگونه ارزیابی کردی و ای که پیروز مسابقه شناخته شدی قبلا یعنی فکر میکردی که حریف تا شکست بدی؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم. اول یک تشکر خاص از استاد محترم استاد شفیع الله سلطانی، خیلی سرمه زحمت کشید و واقعا یک استاد زحمت کش است. و دیگه تشکری خاص از استاد لاسی قیمی میکنه که همچه مسابقات برای جوانان و نوجوانان برگزار میکنه. هیره شالله با امید خدا هیره داشتم که هیره میزنم و کوشش از هیره داشتم که در راوند اول دیم، اما متاسفانه که چانس یاری نکرد در نمره بردم. برحال موفق باشه، با امیدی که در آینده هم بتونیم درخشش خوبی داشته باشه. حالا از مهمانان عزیز خواهش میکنیم که بر آغاز جام را برای قهرمان اهدا نمود و همچنان تقدیرنامه‌ای که از طرف سازمان مد نظر گرفته شده برای هر دو ورزشکار تقدیم نمود. همچنان استاد عبدالواسی قیومی برای محترم الیاس کاکر تقدیرنامه‌ای را مد نظر گرفته که از ایشان خواهش میکنیم برایشان اهدا نمود. از دانه برنده ما موقفه میگیریم، زود برمیگردیم.